گلکارای سابق بسیار خوب است و یاد دارن. حالا میگه هر کس خود گلکار، امی گلکارم بدون رجا و شاول، گلکار بدون رجا و شاول بودی یا نه؟ یعنی چشمه که زهیر شده باشه، این زهیری چشمه به کلی رفا میکنه. ما راجای مملکت هستیم ولی کس به ما خدمت نکده. بسیار یک شرایط نامناسب بود در ایلیس نادریه. کشتی امرجان بود که حالا ترکیه هست، دیگه شاداب جان بود که حالا ایران است، یکی دیگه اندیوال ما جواد بود که حالا او فعلا در جرمنی است. سلام علیکم استاد. سلام. ما خوب میفهمم که شما رو صدا دنبال ما رو کرده. سلام هموطنان عزیز، بیننده خوب شبکه جهانی آریانا، آریانا نیوز و کسایی که در چینل یوتیوب آریانا تلویزیون همیشه گزارش های ما را بیننده هستین. سلام برتان برسه، آرزوی صحت سلامتی شما را دارم در هر گوشه دنیا که زندگی میکنین، یک زندگی خوش و آرام داشته باشین. به این گزارش ویژه ما خوش آمدین. ما در این گزارش ویژه آمدیم به چهارراهی کارته پروان، یعنی قسمی که استاده هستم پشت سر ما چهارراهی کارته پروان است. این طرف هم موترهایی که از اینجا میرن به طرف شار، شما تصویرش میبینین که میره موترها به طرف شار و قوای مرکز و همین قسم او طرف دهن باغ و سرکی که پشت سر ما هست. یک قسمت سرک که از طرف باغ بالا که زمین هم میره طرف کمپانی هم موتر میره به طرف چهارراهی قنبر و باز از اون طرف که موتر میایه در این استقامت میره به طرف چهارراهی برکی و اونو سرک هم که شما میبینین مستقیم رفته به طرف سرای شمالی. بیاییم که در این گزارش با کسایی که در چهار طرف چهارراهی کارته پروان کار میکنه با اونام گپ بزنیم و دیگه کسایی که در این منطقه زندگی میکنن با یکی دو تاش اگر تانستیم گپ بزنیم که ببینیم زندگیشان از چه قرار است، کاروبارشان میشه خوب است یا نیست. و این طرف هم دست چپم دیوال مکتب لیسه عالی نادریه، این قسمت هم بولانی فروشی کراچی هایی که جا ماندن. سلام صبحتان بخیر. خوب است بخیر. صبحتان بین صبح و چاشت هستیم دیگه نه؟ از بس که در صبح زندگی صبح بخیری گفتیم به او خاطر ما مال صبح بخیری گفتیم. تقریبا دیگه ده و نیم بجه است. چطور هستیم؟ چه کفا بخواه دیان سنتیرو؟ در کارته پروان چی گفت هست؟ قرار بقراری بخی بخی امنیت تامین، امنیت تامین از طول سیزا مطلب. کراچی بولانی از شماست؟ از ما بیده قابلی است. کجا قابلی؟ اونو بیشتر بخی تیار است؟ یا بریم سر قابلی گپ میزنیم خیلی باز سر بولانی بعدن گپ میزنیم. ما اون تو پیش میخواییم بریم. اینه دیگه تقریبا یک ساعت با چاشت مانده. بیخی کل چیز سرد؟ کل چیز آماده تو باز که سر دیگه. بح 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 بح. قابلی بدون گوشت؟ بدون گوشت است. لوبیا داره؟ سلات دیگه چی داره؟ لوبیا، تنها لوبیا داره؟ لیمو مرچ یک پارچه نان. لوبیا لیمو مرچ یک پارچه نان. خوراک چند؟ خوراک 50 روپه. 50 روپه؟ 50 روپه. خب چرا گوشت نداره؟ گوشت که دیگه نمیتونه مردم استادتون ضعیف هست اونم 50 روپه. خب سعیز دیگه قابلی میانه کشمش زردک خدا را اگر گوشت نداره. خوراک 50 روپه؟ 50 روپه. بسته که کالی یخ نکنه. چطور روز روزگارت میچلن؟ خوبه شکره. خوب است؟ خوب روز خود میچلن این دیگه. بارو شکر که مقصد یال یک 4 روپه شد. تنها خود کار میگی؟ یا خودم هستم شاگردم. خب یک شاگرد تو هم هست. شاگردت چطور است؟ چطور هستی؟ خب من کمک پیش بیا. سلام جور است؟ شکر زنده باشم. شاگردت از اینم یال یک رقم زده رئیس. نام چی؟ نام احمد. چی؟ احمد. کمک پیش بیا نه؟ چرا تو دور دور میگریزی؟ نام احمد. احمد جان شاگردت چند ماش داری؟ 7.5 سال. 7.5 سال؟ مکتب کجا هستم؟ مکتب تا سنف 9 خواندم. سنف 9؟ خب 7.5 ساعت در روزه؟
نه هفته. خب ما گفتم اگر روز هفته نیم ساعت باشه خب ما هم اینجا بیم. نه خب هفته. آه هفته هفته نیم ساعت. آه روز چقدر میشه؟ روز 125 رپا میاد. 125 رپا؟ خب روز 125 رپا هفته هفته نیم ساعت. در خانه تنها تو کار میکنی؟ نه دو بیادرهای دیگه مام هست. چی کار میکنی؟ حال و فعلا بیکار هستن کارمند بودن. از اینمی باز میچلن؟ آه خوب شکر. برو بخیر بود. زنده باش. شرط شکر. تا بال چی سودا نکنی؟ نه دیگه. نه خالق دود نه دیگه دم دو نمیشه. از شما را دیگه فکر کنم کسایی که در اداره ملی احصایه و معلومات اینجا من به خاطر گرفتن تذکره و پستخانه کارت پروان کسا؟ آه. خب. بسیار تشکر. بخیر باشه. کار بار دوباره کرد. بشین نام پرسید. بخیر باشه. بسیار باشه. سلام. صحت شما خوب است؟ اول این همراه نمی کاکا گپ میزنیم. چطور هستید؟ خوب هستین؟ بخیر. بخیر هستین. زنده باشید. تاکسی داریم. بله تاکسی. این تاکسی از شما. بله. چطور که استاد کرد؟ والا گفتین اینجا از خاطر تذکره مردم میای و میره باز یکم در بستی برابر. بله یک بار. دوباره رفتی جای؟ والا یک دو پیره زدیم. دو پیره؟ ها دو پیره. برو شکر همین دو پیره هم که شده تا این تایم صحیح است. تیله چند انداختیم؟ تیله والا دیگه افتاد دو رو پس که چقدر از پیره می نبید. افتاد دو رو پس؟ بله میمانه چیز یا نه؟ والا دیگه سابق خوب بود و حال یک ذره مشکل از دیگه کارا مورد. کم شده؟ کم شده. خب. موتر سراچه است؟ سراچه است بله. حالا یک وقت که میگفتن نه در سراچه نرو در کلولا برو که اگه در بستی هم گرفتی خب اون تا زیاد مود سراچه بود مسابقه حالا میرن کس حالا در تاکسی زیاد میره در این موتر در دالا کس میشینه والا مردم حالا بسیار دیگه وضعش خراب شده در دالا پیسگی هست به پیسگی است بله بخیر باشی روز روزگارت مقصد خوب باشه بس خوب باش شکر میکشیم بخیر باشی خوب باشه تشکر خدا نگهدار بخیر باشین یکی تاکسیوانی میکنه یا تاکسیرانی میکنه که کراچی داره یا کراچی بولانی داره یا کراچی که قابلی میره سودا میکنه خب یعنی با یک رقم نه یک رقم باید کمی زندگی را بچلانه سلام علیک چطوری؟ بخیر هستی؟ شکر ببخشی سر رای تخبر نکده بودی؟ نه خب پیاز چند شده؟ 50 رپا او بدر یک بوجی پیاز را 50 رپا میدی؟ یک بوجی پیاز 50 رپا چه خرزان؟ خب چرا قدر ارزان است به خاطر خرد است چی رقم؟ نه به خاطر که زیاف است خیلی به خاطر بازار زیاف است خب یعنی پیاز امسال زیاد است بله به خاطر ارزان است بله خب نام تا نگفتی نام مجیب الله آه مجیب جان عالی کراچی بسیار گران هم است نه نیست تیل کدنش نه مشکل نیست ما عادت کردیم عادت کردی بله 50 رپا یک سرمه آه یک سرمه باز این پیاز خوبش است یا پیاز سفید خوبی با نگاه کردن خوب بودی زود خراب نمیشه با نگاه کردن یعنی اگر زیاد دیر بانه در خانه بله با سفید خراب میشه؟ با سفید خود نرم کده میره روز درست خب ایره کد بانجانمی که پرتی خوب لواب میته یا نمیته؟ میته بله برو بخیر باشی برو که بگی خیلی بلندیست یک ذرت اوهوهوهو چقدر گران بود بله آفرین از این مجیب کی کراچی پیازه تیله کده میبره همراه یه نمی کاکا می خواهیم گپ بزنیم اینجا سلام علیکم چی حال داری کاکا؟ قراری است؟ شکر فضل برو شکر چقدر وقت است که جستی؟ تقریبا یک 3 سال میشه 3 سال؟ در این 3 سال چقدر گپا و سخنهای جا پیش چشمت بود و تیر شده؟ خب دیگه دنیا از من گپ تیر میشه میره دیگه این روز هم میره باز سیام میره قدمی عمر است که عمر است گذشته میره دیگه خلاص امروز ما گفتم در گزارش گفتم همه تو زود زود پنجشنبه و جمعه شده میره ما خبر نداریم که عمر ما تیر شده عمر تیر میشه عمر این کار موچیگری و بوددوزی را حال میکنی یا سابق میکنی؟ یک دو سال میشه 3 سال میشه تازه در این کار شده آه. پیش از چی کار میکنی؟ پیش از او گلکاری میکدم حالا تکلیف پای پیدا کردیم نمیتانم کار کدم خب گلکار هم هستی؟ کم تو ما هستیم دیگه نه معلوم میشه همین آدم های سابق گلکار های سابق بسیار خوب است و یا دارن حالا میگه هر کس خود گلکار همین گلکار هم بدون رجا و شاول گلکار بدون رجا و شاول بودی یا نه؟ ما از ما رجا و شاول نبود دیگه که رجا و شاول کنیم
چهار قطار باد، پنج قطار باد، اگه یک شاول تاش میکردیم خلاص دیگه رجب مجه نبود. رجب و شاول باش کسایی که نمیفهمم بر از با بگویم، رجب و شاول شاول یک تارک هستک در چیز از او در سر بیرقا که ببینین یک منبرک، یک چیز منبر واره یک چیز است. نه امو شکل چی را داره؟ آینه است. آینه یک آینه که است مقصد وزن داشته باشه که متاره حساب انجینری شاقل میگه یعنی شاقل میگه در حساب انجینری شاقل میگه یعنی را به خاطر از اینکه تگی و نگونی دیوال نشان میده. گف همی جهل شد برای کشال میکنند که اگر کجی و کوری داشته باشه باید او اصلاح شود. او اصلاح شود اینه دیدی گفتم از امو گلکارهای بدون رجع و شاول هستی کاکا ها چی کنیم نگاه حالا خدا روز آورده دیگه آورده دیگه یالا باز روز چقدر کار میکنی؟ حالا دیگه پشت کار من دیگه روزی اگه 70-80-100 خانه کجاست؟ خانه دیم چارایی شهید هست چارایی شهید؟ کرایی هست؟ کرایی هست چقدر کرا میده؟ 4000 کرا میده از این همی کار؟ از همی کار چند تا اولاد داری؟ مال خدا یک 8 و 1 هست او نام خدا خداوند بانشا بخیر چی رقم میچلانی؟ حالا مجبوری دیگه چه کنیم خدا از میچلانه دیگه که بیلی خدا سوبکی میبرایم نگه از کار ببینیم چی میشه روز بایسی 1-5 تا نان خشک میشه توکل به خدا بوتا چند رنگ میکن؟ در با امرا کاش که 20 روپا بگویی حالا اگه 20 روپا بگویی اگه از پای خود بکشد شب تو رایی بیا توکل به خدا همی مکتب خال رخصت است مکتب نادریه مکتب ها رخصت است حالا فعلا شاگردای مکتب ایجا دیگه وقت اگه رخصت میشد باز زیاد بیری بارک هم بود حالا نیست حالا نیست به ایجای خود کس نمیگید که چرا هستی نیستی نه کسی کار نداره بسیار تشکر پدر به کار بارد برکت خداوند مهربان است بسیار تشکر اسلاف کدی؟ نه اسلاف اسلاف هم نکدی؟ نه سی اک دسلاف اخ مامی ایتم با دیب دولا دا دسلاف هم لکنه با سی دسلاف ها ما برات میتم که دسلاف باشه صحیح است؟ صحیح است؟ قلب خدا خیره دیگه کم است ببخشی خدا ببخشه بسیار تشکر بخیر بخیر باشه سلام علیک کوکا چطور هستی؟ صحت خوب است؟ جانک جور است؟ خیر خیرت است؟ خیر هستی؟ قربان شما خیر و سلامت چی بار کردی؟ میره صاحب املوک میگن اون والو بالو یه املوک و میوه زمستانی زگنه خب میوه زمستانی املوک امی املوک از ایجا خود نیسته؟ هسته از خودم هست نه؟ بله ها از کجای؟ از کدام؟ از زیادتر از ولایت های تگه و نجراب و اینمی منطقه امو جا دیگه کشت میشه ای درخت داره بیا در تو درخت شا میشنن دیگه درخت شا بله درخت شا میشنن املوک به چی فایده داره ای زیادتر مفاد از این قند کاکش برای چشم و برای قبضیت و میگپا بسیار مفید است چشم برای قبضیت برای چشم خیلی خوب است یعنی چشمی که زهیر شده باشه ای ام زهیری چشم به کلی رفع میکنه خوب یوش است اون دیگه چی است والا بالو است والا بالو است با تصویرش شما باز ببینین ای آلبالی کجاست؟ ای وطن است یو از کدام ولایت؟ این تخار ولایت های سمت شمال این هم میگن وطن ما چیز نم در وطن ما چیز نمانده چیز نداره خیلی نه کل چیز هست؟ همه چیز داریم شکر همه چیز یکان زر یک بین نظمی هم که جور شد؟ خو توکل به خدا مشالا نظم هم خواد جور شد حکومت هم خواد بخیر برقرار شد دیگه میشه مشالا کم کم خدا میربان هست بچه یک دم یک چیز برده وطن نمیشه هر چیز به خود یک وقت و یک تدب میاد وقتی داره بخیر باشی ایجا تازه آمدی؟ ایجا ما قندم تقریبا 3-4 ماه میشه که دمیجه هستم 3-4 ماه؟ آه پیش از چی کار میکنی؟ اما 35 سال میشه میرسی کارم هست همین کارا چی بانی؟ همین کسب از همین کسب نان خوردیم و از همین خیلی راضی هم هست همین تنها کارا در املوک یاده گر کن؟ در هر موسم سیزن میوه که باشه باز ما همون میوارم و پرو شما همون سودا بکنم بشک بخیر باشی چای هم تیار داری ترموزک و چای تا ما از آن همین زندگی را خود آدم که تو خوب جلوه نتا بله دیگه کس خوب جلوه داده نمی نه نه قند کن اما تو هست نیست اما مگه بس اما مگه بس بله از این سابقه های خودتان بگن چی رقم همی جوانی را تیر کردیم خو جوانی ما های نه مثل خود دواری همه تو ما هم جوان بودیم
اما یک چیز مشکلی که ما داشتیم که ما از وقتی که تولد شدم یعنی میال سن 48 سال یا 49 سال عمرم میشه مگم عمر خود ما در جنگ تیر کردیم ما می ثمر و عیشت زندگی و جمالی رو نپدیم یعنی ما را یکانه که ضعیف هم ساخت خلاص همی سعی ضعیف ساخت خیلی باشی مشتری را بگیرین که ما خو گپای ما زیاد است که مشتری دست خالی نره که نقص نشه اگر چشمای جایب شده ببر دیگه قند کاکش شرایط جنگ بلا یک انسان چه میکنه که کو باشه ضعیبش میکنه اکل بخدا خورد چند است؟ خورد 20 رو بس او ارزان آمد؟ 20 رو بهت پیسه فایده داره باز 20 قدر مفادی 20 رو بهت پیسه نیست که خود چای بخوری قند کاکش کار بارد برکت باشه تشکر قربانتان کاکش بخیر باشه خیلی باشه خب این قسمت زیاد کثافات بود اما خیر ببینن که کثافات آل کم شده خیر ببینن که از او زیاد بودنش آل کم شده اینجا که سابق می اومدی کسایی که استفاده از مواد مخدر اینا می کردن در اینجا زیادتر می بودن اما حال خوشبختانه که کم شده اما خوبتری می شه که ازیام کرده ایره کم چی که بیخی از اینجا ببرن ایره که خیلی خوب است و اونو قسمتاش پاک شده بعض کسا بر رفع حاجت اینا اینجا می آمدن وانا شما بعض چیزها رو هم خواد از این پیاده رو ببینین از این پیاده رو کسی استفاده هم نمیکنه خواهد اگر از این استفاده بکنن از سر دسرک نرن این باز گپ نیک هست که کسی دگاه مقدر جرات پیدا نمیکنه اما این کوکا گپ زنم تو چرت میزنم حالا هر کس یک سر سوداد از زندگی خود داره خداوند این مشکلات حل بسازه کوکا سلام چطور هستی؟ بیشی 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 صحت خوب است؟ شکر خوش هستیم جان ما جور نه که جور است ولی بی نفس زنده هستیم نان ما رو میبینی نه ما راجای مملکت هستیم همیدیم ولی که دل ما خیلی درد داره برای چی بگوییم چی بگوییم وینی چبکیگه تزمه است یک دانه نان خشک مروز اینه میره آیا پیدا کرده میتونیم یا نمیتونیم ما سپاد شمال هستیم اگر زیاد بگوییم شاید خواهد اینا تکلیف روانی پیدا کرده خواهش میکنم درد وطن خود درک کردیم هیچ خاینده وطن خدمت نکرد این بنده این کور رو میبینید بر ارتفاع این کو در سر از این ما نفت داریم نفت ما به فشار خود در روی زمین میره ما چرا این نان سبوسی رو میخورم کدام مملکت ما عقش خوردیم یا در خاک از او ما تحرز کردیم که ما این نان میخوریم چرا ما راجای مملکت هستیم ولی کس به ما خدمت نکرد کل با ما گپ زده شده پیتوی رفته در تلویزیون نشر شد یا نشد هیچ به درد ما نخورد چشم او کلنگیر صدقه که در مایک ما گپ میزنم او رو صبح عملی کنه ما از مزار شریف هستم اینجا مسافر هستم یک اتاق غریبانه داریم یعنی دینر یک دانه چوکی پروختیم ما رو دوال اولاد خود روان کنیم ما کرده اتاق بتم یک دانه نان سبوسی رو ما میخورم من میگم من خود بیدان از این مصرف من تیر است من خود اینه برای ریش مصفیت شده این تو جوان ها اینا بمرن نصف ما در این تاری و در گپ و سخن با مرمی با او مردیم باقی ماندیم مملکت هم بکار هست یا نه گفتم در سر کو اینجا تپاوس نفت و گاز برمه زده این نفت با فشار خود شاید 2000 متر ارتفاع از این باشه در یک زمانی امریکایی ها آمده بود وقتی اینجا نیروی امریکایی هم نبود و روسی هم نبود هیچ کس نبود آمدن اینا ارتفاع کور سنجیدن و نفت به فشار رفتن چه دیدن سر خدا شور داد اینجنرهای داخلی هم ما داریم که خوب تجربه خوب همه گپا را میفهمه تحصیل کردن اینا گفت چرا تو سر شور دادی؟ گفت شما ما در شما تعجب ماندیم شما یکی دیگر تانا میکشین چرا این رو نمیخوری؟ این نفت خودش میره در روی زمین باران که میشد در دره ها میبرد با مردم های کوچی که در خوتیگه گیره میگرفت از این میسوختاندن خود چرا؟ نفت، گاز، تیل، پترول، سلپر، اکسیجن،
از اکسیژن از سلفر از گوگرد برای ما درست میشه، سنگ زغال، معدن نمک، معدن مس، معدن طلا، معدن هم از زیورات ما داریم. چرا ای تو خوار زوار هستی؟ گپایت کاملا دقیق است. عمل امی نام تو ما بگو. نام غلام حضرت خاکسار است. 7-8 سال میشه که دمی کابل پیشی موینمی است. نه به سیاست دخیل هستیم. چوکی و غرغرانه که این نمی هست. دیروز ما یک دانه ازی پروختیم، یک دانه ازی برای ما 30 روپای آمتورا مانده. خیر باشی. از ولایت مزار شریف گفتیم. بله بله. چند سال میشه در اینجا؟ در اینجا شاید 7-8 سال شده. خانه جای جایداد در مزار شریف داریم؟ خانه جای ما اونه یک اولی سیستنی پدری داریم دیگه، ملک زمین نداریم. اگه میدونیم چی بگنیم این چوکی رو بگرستان دیمه نداریم کدام کشاورزی هم گیم. یعنی امی کار که اگه موجه میکردیم نمیشد؟ ما چونکه این وقت از زمان کارزه اینجا آمدیم که مردم معامله دار داده گرفت و بالاخره هم اینجا ماندیم. خود ما برادر از زمان ترکی و اپیزولامین، از زمان داود خان حکومت هایش یاد ما میایه، در زمان اپیزولامین و ترکی ما عسکری کردیم در ایراد، دوره دوم خاک از ما است. دو دوره ما در این خاک خدمت کردیم، یتیاد جلبی کسای زرفشوی بود آمد اینجا حکومت کرده، ما نان سبوسی میخوریم، ما هیچ چیز نبودیم. یعنی عسکری هم کردیم؟ دو دوره عسکری کردیم، دو تا ترخیص دارم. خاک از ماست، از کسی دیگه. یک روز هم ما مهاجرت نکردیم در ملک مردم. خاک ما که گشنه است ما اینجا هستم، سیر است ما اینجا هستم. امی وطن ما است، یعنی وطن خدا خاکش ما سرمه چشم خود می سازم. از اولادا بگو، از فامیل بگو. اولاد شکر صاحب دو اولاد هستم، خانم هم از خودم هستم. خب یادر رو از هر کس با می چیز خود از جدا است. طبیعت خود زندگی می طبیعت خود بله. خانه کرایی است؟ خانه نه، خانه از خانه پدری رامتی و روش خوشون رو پدری ما خافت کنه، اما اولی پدری از دوان. یعنی جای اصلی تون از مزار است، منتها اینجا هم جای جایداد از پدر مانده بر. در کجا؟ اینجا کابل. نه اینجا جای جایداد می داشتیم، یک دانه نان خوش که چرا می خورد؟ نه یعنی خانه را گفتیم. یه کرایه اتاق داریم در مارکت، ما 3000 روپه کرایه می دیم. بیشتر گفتی، یعنی ما گفتم که اینجا خانه کرایه، گفتی که اتاق هم. پیشی ما اینمی کار است، اونم اونجا یک اتاق است، 3000 روپه کرایه می دیم، اینمی مال ما هم داخل هم هست، بوده باش خود ما هم اونجا. بخیر باشی. شب میشه میریم در اونم اتاق، نه تلویزیون داریم، نه رادیو داریم، هیچی نداریم، فقط نانه بخو، استراحت کن. بسیار تشکر. بیا یک دو کلمه بگو که در اینمی وضعیت چی باید شد؟ من هست یک کسی که دو دوره عسکری هم کردی، اهل دانش بودی، اهل قلم بودی، مکتب خواندی. سواد به کلی ندارم. در لیست بی سواد ها اول نفر هستم. ولی تجربه، تا یک اندازه تجربه دارم. من فکر کردم به خاطر که عسکری کردی حتما مکتبم خلاص کرده باشی. مکتب نخوندیم. گفتم که ما از زمان زایرخان و داود خان برد یادآوری میکنم. در اون وقتا مردم ما ساده، عوام مردم بود. مکتب چی کارشتی؟ ملا چی کارشتی؟ نرخ نوا ارزان بود، پدر پیدا میکرد، بچه ها قرار چکر میزد. حالا میگیم که دیده او وقت میخواندی، اگر دیگه چیز نمیخواندی، ملایی میخواندی، برای در حافظ قرآن میشیدی، برای در بروای پدر و مادر تلاوت قرآن کریم میکردی. اگرچه قال ما که میفهمیم از سنپ 12 و 16 برامدگی هم امروز در کراچی هایی میکنم، بیکار هستن، تکسیوانی میکنم. ما که فکر کردیم از این سواد ما چندان بری ندیدیم، او اگر دیدیم هم در جای وظیفه گرفتن نتانستیم که ما مفهوم سواد خود بفهمیم. کمی خسال ما زحمت کشیدیم، این آسودگیش هست، او گپ هم نبوده. این حال ما همه قدر دل ما درد میکنه که در این وطن هیچ کس دلسوز نبوده. ولی ما کلگی برادر هستیم، هر ملت که از برادر هستیم. هیچ کس سری رو در بغل خود نگرفت، نگفت که چرا او نکرد، من میکنم. حق خودم تلف میکنم، نفس خودم میکشم. ولی این ملتی که باقی مانده که بانده، برای اینو خدمت کنیم که هم در اون دنیا به درد ما بخوره، هم در این دنیا. یک آدم بگوی خانه اش آباده نمی، خدمت خویی بر ما که. یعنی یک کار می بود که دقل یاد خو میکدن. یاد آور بسیار بسیار تشکر. خداوند مهربان است. توکل ما شما به خدا. ما دیروز یک چوکی فروختم، شکر خدا. جانم خود جورت
چهار چهارا را ما پاس کرده این اینجا آمده شیستم. اگر جانم ناجور می بود از ما اول چهارای مارکت ما ترسده نمیتونم. شکر جانم جور است یک تا نان خشک میخورم از خدای خود راضی است. پروان خیرت بتا آدم با غیرت و با همت هستی. ما افتخار میکنم با وجودت. ما در این خاک خودی قدر افتخار میکنم. میگم این نان میخورم شکر است. میگم در وطن خودم هستم. فوتبال ملک مردم نیستم. اگر سیر هستم گشنه هستم در این هستم شکر است. بسیار زیاد تشکر قربانم. بسیار تشکر. گپایت خیلی ما یک قدر این وطن ما را دردش درک میکنم ولی که نه صلاحیت نه قدرت هیچی ندارم را میگم بیا خدا جان خودت پاچه هستی میگم بسیار تشکر خداوند طرفدار حق است. بناز هم در چرایی کارته پروان هستیم پشت سر من خود پیشترم برتان گفتم موترهایی که از طرف باغ بالا میه و این قسم میره به طرف برکی و شار و طرف سرای شمالی یک گپ دگر را که دیدیم که دمی سر سرک یک هموطن ما موتره ای رقم صافی زدن یا جلبه را شکل شیده بیاییم که طرفش بریم که پرسان کنیم که قضیه از چه قرار است. سلام بیادر خسته نباشی جانجور بخیر ساعتمند خیر خیر جور هست بخیر هستم قربان شستش خلاص شد بخیر پاکاری یک ذره پاکاری کردیم وقت بیکاری هست کاروبار نیست آدم که بیکار من یکان کار خوب میکنه واقعیت دیگه چی کنی؟ بخیر باشی قربان. خانه دم کارتی پروان هست خانه قای مرکز است کارتی پروان همیجا ازگاه ما دم پیش سیتی استاد میباشیم دایم یکان در بست در این موتر کار میکنم؟ در این موتر کار میکنم، لینی ملی نیست دیگه، کاربار فقط در بس کار میکنم سابق هم کار میکردیم؟ سابق هم کار میکنم، تقریبا یک سال گرفتیم این موتر همراهش کار میکنم در داخل شهر بخیر باشید، بیاین پیش بیاین تصویر رو ببینیم نام خدا یک صافی پل لین کاری کردی که همون تو جلبه خیر باشیم، قربانتان این صافی های مخصوص موترشوی هاست همون تو هستم وقتی که این دمی صافی هر موتروانه که موتر شخصی داره که داشته باشه به نظر ما که چی میگن روی خاری و روی چرکی و چتلی موتر نمیگن همون تو یک گپ هست فامیلی دیگه نظافت جز ایمان است آدم باید همیش پاک خودم پاک نگاه کنه همون مال خودم پاک نگاه کنه در غیر از او که یک نفر که پیش نیاد داخل موتر بگه استاد چی رقم چتل مردار است یا همو احساس ناراحتی کنه این درست نیست چیزی که میگه به خود میپسندی بر مردم ها بر دیگران هم بپسند بخیر باشی و باز یک چیز دیگه است که چطور ده هیچ شوشتیش والا ای تو یک کار شد گرچه گیره باید یک جای گوشه میشتم خود چون که نیست تفاهمیدی اما تو آهده نیست که برید موترشویی بوشویی درست؟ از گجا شوه واقعیت که بسیار یک شرایط زیق یک شرایط نامناسب و یک شرایطی آمده که بسیار ناهنجار و مردم سرگردان است پریشان است و اقتصاد کلگی ضعیف شده در مجموع همین تا بالا من همیجا استاد بودم دیدم که چی کنم بیا گفتم موتر بوشیم دیگه کار خونه است همیگان وقت که بسیار شرایط سر آدم زیق میشه سخت میشه باز همی قایده و قانون هم یاد آدم میره همون ترست نیست؟ همون چیز شده اگر نه خود تا مالمی حاله که میبینی میگم اینجا جای ششتن موتر نیست سر سر صد فی صد نیست اما آدم یکان وقت هم یکان فضا و هوا میره نه؟ والا همون تی اگر شد همینجا همون دوست ما ششت موتره ما که دیدم گفتم بیا دیگه کال تا موترشویی بری که پیسه موترشویی هم نیست مجبور همینجا یک صافی بزنیمش خب کدی بخیر باشی خیر است ما در او رابطه گپ نمیزنم که چرا به جای ششتی بخاطر از اینکه خودت یک انسان با درک هستی گپ گرفتی اما یکان وقت فکر آدم میره خیره بخیر باشین از تحصیلات بگو از تحصیلات صنف 12 را فارغ هستیم از میلیسی نادریه و چون که شرایط نامناسب بود و وضع اقتصاد درست نبود نتانستیم که پیش ببریم و پنتون بخوانیم و یک ماستری بگیریم یا دکترا یا شرایط نمی رقم آمده دیگه قربانت بخیر باشی لالا همین تو یک شرایط واقعیت دمی 20 سال هیچ تو یک شرایط مناسبی نبوده که مردم بتانه فامیلی به شکل درستش به شکل حقیقی و واقعیش درس خود تحصیل خود به پیش ببره و بتانه یک خدمت و یک مصدر خدمت به جامعه خود به مردم خود به وطن خود شود
یک شرایط بسیار نامناسب است. در 20 سال هیچ کسی نتانسته بجز از او که امو سردمدارایی که فامیل رشوت خور بودن و در یک مقام بودن تانستند فرزند خود حتی به خارج و تحصیلات روان کنند. و او افرادی که فامیلی به مثل من که از یک طبقه ضعیف و از یک طبقه متوسط یا بوده یا ضعیف بوده نتانسته از ما شما که ماندیم حتی از دو و سه و شش هفت بالا نتانسته تحصیلات ما یعنی هدف ماندن تحصیلات ما واقعیت همون تحصیلات ما هدف همی هست که نتانسته از همون پنج یا هفت یا هشت یا ده یا دوازده با بالا بخوانم. بخیر باشی. از امی مکتب نادیریه مکتب هم لیسه نادیریه خواندید؟ بله ها. مکتب خاطره داری از این نادیریه؟ لیسه نادیریه خواندیم. مکتب گروزی ها و مکتب گروزی در اصلا در طول عمر خود نکردیم. دیگه ما چون یک چهار سال در پاکستان درس خواندیم بعد از او آمدیم در دیمازنگ درس خواندیم و صنف هفت ایجا که خود تبدیل کردم بعد از صنف هفت واقعیت ما خودم بسیار تاسف میکنم برای ازی که بسیار یک شرایط نامناسب بود در لیسه نادریه و هیچ بچه هایی که دمی هم صنفی ها و هم مکتبی ما بودن درس سعید نمیخواندن درس درست نمیخواندن و همی شکل دیگه ما خود گرچه که اقتصاد سعی نبود نتانستیم خواندن و با اکثریت کسایی بودن که خوشگذرانی کردن و نخواندن قربانت یک دنیا تشکر برو بخیر باشی نمیگم که مقصد دیگه ایجه موتر نشوی سعی هست هزار دفعه صحب بیسه قربانت برو بخیر باشی خوش شدم بسیار تشکر بخیر باشی خو اینمی لالای کتماغب میزنی؟ باشه که پرسان تا کنیم بار تا مقه گران در یک بایسکل او در زنده چی میگن؟ زنده مال دوکانه بار کردی؟ چطور هست؟ خوب هست این انشاءالله خدا جان انجور هست؟ شکر بخیر باشه این دسمال های کاغذی هست؟ بله دسمال کاغذی هست کجا آوردی کجا میبری؟ یار از چاره قنبر آوردیم دمی دکاندار را امده پخش میکنیم خب فایده میمونه برای؟ فایده خوب هست انشاءالله میمونه دیگه یک چیزی ولی بخی چطور بازی را میتونی دوانده ای بایسکل ها؟ خب چی کنیم دیگه فعلا مجبوری هست این قیمت های دلار بالاست نمیتونیم دیگه توان تیل ها نیست که موتر را بگیریم تیل بندازیم یا قیمت سر کارتن بندازیم سر مشتری ها ظلم میشه به خاطر در بایسکل میبریم که فایده زیاد بانم که فایده هم بانم سر مشتری های ما ظلم نشه هم با او قیمت تمام نشه آه دیگه این سر هر کارتن 50 افغانی شد دیگه مصارف تیل بیایه او را برای عزیز زدیم یک کمه که ارزانتر در این وضعیت فعلی خوب است ارزان میاد خیر باشی مقصد احتیاط کنی که خدای ناخواسته در کدام جای خود او کار نکنی انشاءالله دیگه احتیاط نکنیم توکل به خدا این را تازه شروع کردی کارا بله قبل از همی سقوط شروع کردیم دیگه یعنی که دیگه شرایط همی رقمی آمد دیگه ایرام جور کردی همی رقم قفص چگک در پشت باز کرد بعد از سقوط جمهوریت دیگه همون یک شرایط شد بخیر باشی مزاحمت نمیشیم برو اگه به کمک ضرورت داری که یک چند دقیقه بدوانم باز کرد تشکر زنده باشی برو خدا دارم زنده باشی خیر باشی. برو بخیر باشی زنده باشی خدا نگهدار چی میکنین شما در ایجا؟ ها؟ چی؟ یه رقم چیزا جمع کنیم باز کو پوزتا پاس کو نه باش که حالا پوز گفتم چهره مقبول تا ببینن خاطر از خواه نام چیز؟ عبدالناصر خواه خانه تان کجاست؟ بالا پشت لیابان چاره قنبر؟ آه شو خانه شما از یک جا است؟ در یک منطقه است؟ نه خواه از فرق میکنم از شما در چاره قنبر است؟ آه از شما؟ اما پشت لیابان بالا خواه چی از در برجی؟ این چیزا آه پلاستیک بوتل بازی ها را کسی می خرد چی رقم؟ کجا باز می فروشی؟ پلاستیک او سونه است پلاستیک کلو پنج روپا بوتل کلو بیست پنج روپا پیپسر کلو هفتاد روپا اینی چیزهای را خود می گیری کلو بیست پنج روپا؟ باز یک کلویش زود جمع کده می تونی؟ نمیشه وقتا نمیشه؟ نه دمی کارته پروان می گردی دیگه؟ اینجا می گردی از تو چی رقمی هست؟ تو چی میکنی؟ اسپندی میکنم آه چقدر پیدا میکنی باز در روزه؟ هفته هزار روپا صد روپا دیگه صد روپا زیاد پیدا نمیکنم خب مکتب میری؟ آه صنف چند؟ صنف دو صنف دو؟ آه پدرت کار میکنه؟ بیادرت؟ نه چند بیادر چند خوار هستی؟ دو تا بیادر است و سید خوار خوارکایم خورد است خوارکایت خورد است؟ آه خب باز روز چقدر پیدا میکنی صد روپا گفتی؟ آه بازی را میبری خانه و کی میتی پیسه؟ نان میگیرم
پس نان یخ میگیرم، داده نمیشه، یک چند دانه میشه میبرم خانه. بسیار تشکر. برین مقصد درس هم بخونین خو؟ آه خیلی. خواهم مکتب میری؟ آه درس های تانه بخونین خو؟ خو دیگه یک ذره یک دستک های تان پاک و صحیح هست؟ روی یک تان پاک و که بازوانا یک رکم روی یک تان ترخیده فهمیدی؟ برین بخیر برین برین. خداحافظ خداحافظ خداحافظ. برین بخیر برین. تشکر از شما. در هر گزارش با دو تا سه تا از طفلایی که در روی جاده کار میکنن ما سر میخوریم. همین دل ما چی میگنم تو در زمین میخوره. آدم خیلی جگرخون میشه. اطفال باید خیلی در این وقت در این سن و سال حمایت شون به خاطر از اینکه بتونن برای آینده خود سرمایه گذاری بکنن، فامیل مایتشان بکنه که درس بخونن، بالاخره طرف مکتب و همه قسم مکتب که تمام شد پانتون تا سر سرنوشتشان جور شوه. اما متاسفانه که خب متاسفانه بیاییم که بگذاریم از این گپ. میخواییم که در اونو سمت چارهی بریم، اگر امکان داشت که با اون دکاندارام گپ بزنیم، اگر نداشت باز خداحافظی خواد کردیم. در چار دو بغل دیگه فقط همی کراچیوانا کسایی که دست فروش هستن اینجا هستن دیگه. اگر رقم همی بیروبار کارته پروان هم نمانده هم راست گپش. خب کمی طرفتر یعنی در بغل یا پهلوی چهارراهی کارته پروان لیسه عالی نادریه. خب در پوهن وزارت ریاست معارف شهر کابل امریت حوزه تل امنیت حوزه چهارم تعلیمی لیسه عالی نادریه. هدیه کنندهش هم فضل احمد ناصری فارغ سال 1399. سال تاسیسش هم 1340. 1340 حال 1400 است. 60 سال شد دیگه. 1340. 50 60 70 80 90 1400. امو 60 سال میشه. کسایی که از این مکتب فارغ شدین بیرون از افغانستان هستین، من مطمئن هستم که اینمیال وقت اونمو لوحه را شما خواندین امو دروازه رم دیدین، اما تو دمی ذهنتان و مخاطرات و مکتب گروزی ها و نقل کردن ها و اتو کسایی بود که آزیری را بیادر اول نمره معامله میکد کته شاگرد ها، اما تا استایی که خف چپ آزیری را میبردن که بیادر تا خبر میشدن که آزیری نیست، آزیری را پیش خود قید میکنن. خب به هر صورتش امیدوار هستم خاطراتتان تازه شده باشه. اونجا یک سمبوسه فروش هست، پیشمون یک سمبوسه هم میخوریم و در این سمت دست راستم اداره ملی سایه و معلومات کسایی که به خاطر تذکره میان نام خدا خوب جمع جوش هم داره و کسایی که تذکره میگیرن اینجا میان به خاطر تذکره گرفتن. اثر اکتر میشیم. چطوری لالا؟ جانک جور است؟ خسته نباشی؟ نباشی. بخی خیرتی است؟ بخیر است. شکر است والا. بخیر. نام چیست لالا؟ نام فهیم است. فهیم جان گل. جان. سابقه کار هستی یا تازه کار؟ سابقه کار هستیم. چند سال میشه از ما؟ 7 سال 6 سال میشه. 7 سال 6 سال. والا همی 7 سال 6 سال که گفتی حتما دیگه می شاگردا کزیج رخصت شده کار بار خود تو وقت خوب جور بود. خوب بود تو وقت ها وقت جور بود، حالا کار بار نیست. حالا کم شده. حالا کم شده، روز به روز کم شده میره. چی گپوس؟ بیری خیر خیرتی امروز آمدیم کارته پروان، باز خود تا دیدیم همینجا زمین دور سمبوسه را هم دیدیم، دلم یک سمبوسه هم شده، گفتم یک سمبوسه هم بخورم پیشه. چرا نه باشه، نه برای گرم نرم پخته میگم. بیخی تازه؟ تازه هم تو برای او هم تازه است نیست؟ او تازه است با یکم سر شده، دل تازی میگی برای همین سمبوسه را که گرم و داغ بخوری میگن دیگه کیف داره. دیگه کیف داره والا. بخیر باشی، زنده باشی. شاید کسایی که 7 سال پیش از این مکتب فارغ شده حالا داخل افغانستان نیستن، ایون اون فهیم جان است که از پیشش می آمده نیجا سمبوسه می خرید، نه؟ از اون بچه ها کسی یاد هست یک چند تا نامشه بگیری کسایی که بیرون از افغانستان شاید باشن یا داخل باشن همینجا اگر ببینن؟ از یاد هم نیوالا بود خود رفتن، ترکیه رفتن، نامشه بود که نمیاله که می بینن فهیم جان در پیش لسه حالی نادیریه؟ یکش تیمر جان بود که حالا ترکیه هست، دیگه شاداب جان بود که حالا ایران است، یکی دیگه هم نیوال ما جواد بود حالا او فعلا در جرمنی است. زیاد هم نیوالا رفتن.
این بچه‌ها که ریاض رخصت میشدن میرفتن طرف خارج میرفتن هیچ چاره نمیشه. مرا میگفتن بخی بریم، من گفتم نه، من اینجا هستم، وطن من دوست دارم. میشه که تو دیگه خاص به خاطر می وطن دوستیت نرفتی؟ میگه پس خب باز یک چیز دیگه است، وطن دوست داریم خب، ولی روزگارم که یاری نکنه با بعضی ها رفتنشان شاید منطقی باشه به خاطر از اینکه مشکل هم است، تمام است دیگه. مثلا خودت قناعت میکنی که با اینمی سمبوسه فروشی یک چارپا پیدا میشه؟ خوب است، ها میکنم، شکر میکنم. اونو کسی که بیادر شکر کشیدن هم خوب است، و اونو کسی که بیادر چارش نمیشه در ایجا در او پل زندگیش نمیشه که بچله باز دیگه اونو ناگزیر است میگه، ولی از ایجا که خوج کار زیاد باشه میره تو ایجا هم به درد نمیخوره. اگه نه ما میرفتم خود چو کنیم، حالا روزگار ضعیف است، کار بار صحیح نیست، هر کس به دل خود کار کنه میره. نمیفهمه که یک چار دانه مسکین غریب است ایجا بیا که میره کمک کنم از کار بار چی شوه. بخیر باشی فهیم جان، روز چقدر حال سودا میکنی؟ حال خو مکتب هم نیست؟ حال خو مکتب نیست دیگه، روز 3 کیلو آرد خمیر میکنم، همو بخیر خلاص میشه تا دیگر بخیر. گاز هم یک ذره قیمت است؟ قیمت است، یک ذره گاز هم قیمت است، روغن هم قیمت است، آرد هم قیمت است، آرد هم قیمت است. بگی خیلی فهیم جان دینیم قاب یک دو سه دانه بان ما ببینیم چند دانه رو خورده میتونم. سایست یک ذره یک مات کم جان چی میگن ضعیف کالا بیتانیم خورده یا نمیتونیم؟ یه واسانه هست، این خوب مساله که همه تو مزه دارم داری فهیم جا. چکنی رو خود جور میکنی فهیم؟ چکنی رو فرمایش میدی میجا یک نفر از جور میکنی بیخی خیلی دیگه خاندانی است. یا اینه آه باش که اگه از طرف میایی که اینه تصویر شه باش ببینن که بیاد و نمو سمبوسه هایی که خوردین باز بفتین یک دفعه خاطرات تان کرد فهیم جان، با دیدن فهیم جان تازه شد. همی هر چیزه که داغ بخوری مزه میتا؟ مزه میتا، مزه میتا، ایان با مزه دار از دیگه. نه وقت فهیم جان، من حقا میگم راستی مزه دار است. من در پاکستان یادیم. در پاکستان؟ اجانا در پاکستان یه چند وقت بودم. زندگی کردی یاد منو جان؟ زیاد زندگی نکردم، فکر که یک دو ماه سه ماه رو اونجا بودیم، با یاد گرفتیم، با ایجا آمدیم اینجا شروع کردیم. تناستی دیگه بیخی در کل کار؟ تناست ما خب اونجا بیادر ما مسال نیست، یک جای رفته با اگنه اون میبید کار میکرده دست پیشی میکنه کار؟ میکنه میکنه هستم. هم روزه که زیاد خوب کار کردی کدام روز بوده فهیم جان؟ والا خب در حالت شکر میکشیم، خب کار بار خب حالا کم است، وقتا زیاد بود، حالا بسیار کم شده کار بار نظر بر حال وقت بیر بار بود، مکتب بود دیگه بود، مردم میامد تذکره میگرفت یک چیز میخورد، حالا پیسه نیست، مردم کار کردن نمیتونن، کلی از وظیفه را کشیدن، معاش نمیتونن، حالا همیشه زیادتر کسا هست، استاد هست، معاشه هاش خود نمیگیره، اگر معاش میگرفتن میامدن یک چیز میخوردن، حالا کار بار خیلی. حالا خدا کنم بته بخیر، این کار بار جوش هم مای عمل بخیر، این کل گیره ماش شه بته دیگه بته زندگی آرام شوه، کده کس کار نگیره، کسی رو به زور بندی نکنه دیگه پر ناک مردم، ولی مردم دلش هست هر کار میکنه، تو به ما کار مردم چی کار داری؟ دلش سرلش میگرده، تو دلش سربسته میگرده، تو کاراش چی کار داری؟ مردم طالب زیادتر کسا رو میبرده، عجیبای دسنه اندازه. فهیم جان قانون ما بیادر، قانون ما اینمی میمان ماسی اینمی که تو به ما سمبوسه را ایجا دقاب ما نیم میمانی شد بگه اونون گوه گوه پر شد پیسه تا ما به خاطر پیسه را ایجا میمانم کسایی که جا میبینه و واقعا که مزدار از پیش فهیم جان بیاین پیش لیسه نالی نادریه از اینمی جا یک چند دانه سمبوسه بخورین و پیشنهاد میکنم گذرتان شد پیش لیسه نالی نادریه ات بیان پیش فهیم بیاین که خدا شاهد است همه تو یک سمبوسه خاندانی جور میکنم بیخی دلتان گوار جمع باشه مزدار است فهیم جان اصول ما هم تر است نه گزارش نه ایره دیگه خواهش کردم ازت خواهش کردم نه دیگه پیسه اگه تبان داشی بود خفه میشم کنه میمان هستی ایره من اینجا میمانم باز اگه نگرفتی دلت دیگه باز ما میریم دیگه
مهمان ما اصول کار ما می رقم است اصول کار تا از خود مهمان ما می شیم خب جنان یک سمبوسه خوردیم یک دانش مانده اینم یک دانه یک اینم لالایم که تون پشتر گپ هم زدیم کتش بگی نمیگه که بخ برو بخیر بوری برو دیگه اسپند کو که باز پیسه پیدا کنی برو خب قربانت می خواهش میکنم دانه پنیر پس اما قرزان چقدر مزه داره اما قرزان فاین جان کدام گفتنی نداری نه گفتنی خاصی نداره بخیر باش سلامت باش خدا نگهدار خدا نگهدار بسیار تشکر تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش ما از منطقه کارته پروان و شهر کابل هستین بیایم که میریم کمی او طرفتر و اینمیجا را رام بند کرده دیگه مغزور هم ندارم که بگویم از اینجا پس شد السلام علیکم سلام علیکم استاد من خوب میفهم که شما را استادات دنبال مرایی کرده شما مجبور به ایش دیگه من استاد کردیم فهمید اگه رفیقاسی من استاد آمده میکردیم تا یه اندازان برای تو نرز کنم قربانت میرمویشتی بفهمیم ما را خط هستیم ما پیشتر از امیجا تیر نرز قرار داریم میرمویشتی بر سوال یک داریم ما جواب دیستیم خلاصی مطلب قربانت نام چی هست؟ نام میرآغا سالنگ هست دیگه از رنمای شما مشرف شیم تشکر یک جان ممنون از قدردانیتان دیگه بیادر مشکلی که در بین جریان برای نوکرتان بگید تا جایی که من یعنی زورم برسه که تان همکاری میکنم قربان تو نوکر ما نیستی تو بادارم هستی دیگه چی گپ بفرمایید بخیر باشی چی میکنی در منطقه کارته پروان من برادر اینمی جدم این منطقه کارته پروان اومدیم که بیادر بخاطر ازی که بیادر اینمی رفیقای برادر فهمیدیم که من یک ماه پیش حتی قول کرده بودن که بیا بیادر من برای تذکره میتم تو اون نظر که ما شما معلومات داریم مگر ما اینا اعتبار نیتما چی ندارن معلومات درست ندارن همین یک ماه ما تیر شده میخوایم که اینا پس درخواستی بهتون بخاطر می تذکری خود که می تذکری این مدرسه بیای دیگه اینا ببینیم که در همین رفیقای برادر فهمیدی که تمام کاری میکنن نمی کنن دیگه خدا جان ذات نیکی به تیشان خب حالا تو منظور ما همین بود فعلا چند سال هستی تقریبا یک 40-45 سال میام دیگه به فکر خدا خب آل تذکره نداشتی تو بالا تذکره نداشتم از وقتی که می رژیم تغییر خورده ما به تشویش شده ما گفتم باید تذکری نو بگیرم دیگه ببینیم می خاطر ما خود در جریان قرار داریم که متاسفانه شما رفیقا دوست داشتنی شما رفیقای دوست داشتیم در طورم خورده دیگه من دیگه زور کی میرسه برای شما دیگه نهایت عزیز القدر هستی شما مهربان هستی دیگه نوری چشم هستی بیخید سر می چشمای مرک کپی که باشه با منظوری که بیادر کارمند رادیو تلویزیون هستی من نوکری تانو میکنم دیگه چی میخواید؟ تو بادارم هستی تو ما ترا دوست داریم همیشه دیدم یک رقم را بند شده بود گفتم که دت گپ بزنیم که همین یک رقم استاد بودی نام خدا بسیارم تو فیلمی من قدر متوجه نبودم ببخشید شاید کدام سکتگی وارد شده باشه به ارتباط رفیق هستی شاید من ببخشید خب نه خواهش میکنم هیچ گپ نیست خب خانه کجاست خانه دیگه سابق نمیگه بود حالا از اینجا کوچ کردیم رفتیم دو خانه دو کو خانه گرفتیم اینجا خانه ما دولتی بود باز اونجا چپه شد دیگه ما پشت از خانه ما دیگه نگشتیم خانه ما دولتی بود به اصطلاح در جلی امی این امی فامیلیا بود دیگه با منظور دیگه ما هم بیشتر بودیم یک 14-15 سال تیر کردیم بازی امی ریجیم که تغییر شد رفتیم خانه در یکو جور کردیم خانه ما فیلن در یکو اسمو ترم چطور که سالنگ تخلص میکنی؟ سالنگی یا سالنگ؟ به منظوری که من یک وقت جادی بودم در اونجا کل مردم که تمام تماس نزدیک داشت فامیلا همگی نزدیک بود به قریه نزدیک بود که تر کدامش شش برخواست نزدیک داشتم ولو که در موجی بود تا یه اندازان برایتان روشنی پرتم به او خاطر من خواستم فامیل امید منشور بودن من به خاطر امید که بیادر من مردم بشناسه امید منشور به سالنگ ساختم امید متخلص به شهاب هستم مگم بیادر خودم از سالنگ هستم گفتم باید سالنگی به نام سالنگی منشور شم در سطح سالنگ و می خاطر ما سالنگی صاحب نام خود ما نمیدیم به شکل تصمیم میگم چی کاروبار رو میکنی؟ حالا دیگه من دیرمی مستری خانه و بیدر دیرمی پرده فروشی ها و بیدر دمی موج غریبی و بیچارگی سم دیگه تا جایی که برسم دستم برسم من خدمتگزار هستم ولو که بیخی فامیلی من چرمنی هم باشه یا موترشوی من قبول دارم میرم با دوستا و رفیقا انجام میدم آدم با غیرت هستی دیگه بعد از اون میرم خانم دیگه نمی کس به کار مزروع تا بگاه دیگه کرز به کمال ندارم دیگه پدرم هم فوت شده خدا و بخشش قی جمله اسلام مادرم هم همشیره هم رفتر کلگی خودم تناسم در خانه دیگه کس نیست خدا مغفرتش بکنه خب نام خدا شش دانه انگشتر را دستت است حالا اینه میاد دیگه بذر آثار عتیقیم است که سابق ما ملنگ بودم نمی خوجم مسافر ولی یک تیر دوستا فامیلی که مرد
نشانی داده و یکان تایش انگشتری داده ما یکان تایش ساد داده ما یکان تایش بالاخره بیادر یکان چیزا چند قیمت داره؟ ولی این انگشتری ها دیگه به فکر خودم بر کدامش دانه 100 روپه و یک و نیم 100 روپه ارزش داره 100 روپه یک و نیم 100 روپه بله خب دیگر روزگاره کت خوب است؟ دیگر روزگارم خوب است من تا مثل سابق قاره که من کت مادر پدر یک جای بودم آه. او سیستم روز روزگارم جور نیست اما تا دست دان هستم اگر دادن من میچلم ندادن چیز دستم اومد میچلم نامد نه دیگه نمیتون بدر در مالت غریبی هستم دیگه باشه او که شد میریم خانی ماده کلام سر حسابی ندارم دیگه آه بخیر باشی یک ویدیوی تو را ما اول با یادم اومد که ما تو پیشتر نامتا که گفتی باز ما که در جوریان گپایی که تو زدی من فکرم بمی شد یک ویدیوی تو همراه نجیب بود نه تخلص همون چیست یادم رفت نجیب بروتی آه نجیب بروتی اون بار اون اون بیوشدان ها را کلش هم میشناسم همین چیزی که به نامش که قماندان بود فامیلی میگشت در ایشار واسطه و وسیله داشت کلش به زور خدا میر آقای سالنگ بارا مات کرده سر دست کلش میر آقای سالنگ است نه در یک است این را بیشی مطمئن باشه شما ما مطمئن هستم بسیار تشکر کجا میری بخیر؟ ولی نمیجا در این شعبه برم این شعبه در این پالی توی سخانه است نگه نمیجا تذکره میتن باش ببینیم چی رقم میشه دیگر کار خدمت به ما تشکر بخیر باشی بخیر باشی چیز کار به ما نیست خدا جونیتون باشه برو بخیر باشی بخیر باشی خدا نگهدارت میر آقای سالنگ اگه کدام امر خدمت باشه میتونم فامیلی تا می ساعت 4 بجه دیگر هر قسم خدمت تان کنم میتونم با کلی خیالتان راحت باشه از پغمان شروع تا لغمان نه دل ما جمع است کارمند هستی من نوکرتان هستم امر کنی سر نوکر قدارم هستی بس خلاص خیر بری خدا نگهدار بخیر باشه بیاین که بریم باش که اینجا سماوات کسی نیست الان خب پشت هر رفته شما خوب هستین؟ خوب هستین چی حال دارین صاحب؟ جان شما جور هستین؟ بخیر باشه قربانتان نامتان صاحب؟ نام عزیز کاکو عزیز در این کارته پروان زندگی میکنم؟ بله همیجا سما چطور است وضعیت ها در منطقه کارته پروان؟ بله منطقه خوب است وضعیت خوب است خانه خمیج است؟ خانه خمیج است بخور بالا سما چند سال از این کارته پروان زندگی؟ ما تقریبا 45 سال شده 45 سال؟ 45 سال همیجا سر ریش دیگه میشه سفید شد؟ ریش چی خاطره داری از این کارته پروان از این سابقش یک ذره به ما؟ بله خاطره نیک داریم یا خب مردم هستن مردم هستن یک سری هستی از کابل هستن مردم فامیده هستن آدم با مردم فامیده تو مشکل نمی داشته باشه همین آدم ها یک فامیده باشه باز با او آدم جرمه اکثر تیم مردم از چیز هستن مردم کابل هستن یا اگر اطراف آمدین در کابل که آمدی خانه می فهمی دقیق یعنی که خوب گذشته کدام چیز به یادتان هست از گذشته والا نی یک زندگی خوش آرام داری؟ آمه زندگی خود آرام دارم بر آمدین در بازار؟ ما بر آمدین و سابق در بزار شارسازی وظیفه ما بود باز تقریبا 20 سال که تقاعد کردیم ماشای تقاعدی تا نخمید؟ میگیریم آه میگیریم همین سال هم گرفتیم آه بخیر بشه برو شکر کمورا میگیریم شکر خیر بینیم زندگی بچلک آه زندگی بخیر بشه بسیار زیاد تشکر شکر را شما بخیر بشه خوش بخیر خب تشکر از اینکه بیننده گزارش ویژه ما از کارته پروان شهر کابل بودین امیدوار هستم که این گزارش ما هم طرف توجهتون قرار گرفته باشه و به سلسله گزارش هایی که ما برای شما داشتیم در گذشته و از این بعد هم می داشته باشم منتظر نظریات شما هم در پایین ویدیو در یوتیوب در چینل یوتیوب آریانا تلویزیون هستیم نظریاتتون در پایین ویدیو با ما شریک بسازین مثل همیشه ما به اونا عملی کردیم و بعض جایی را که شما خواستین که از اونجا گزارش براتون تهیه بکنیم حتما به دو دیده که ایره در برنامه بعدی همچنان در نظر میگیریم با امید یک افغانستان آزاد و آباد و سربلند تا گزارش های بعدی خداوند یار و نگهدار همه ما و شما مواظبتان همچنان باشید